اتاق صنایع و معادن که هفته گذشته طی فرمان از سوی رئیس جمهور ایجاد گردید نخستین نشست مطبوعاتی خیش را برگزار کرد. مسئولان این اتاق از اقدام رهبری حکومت وحدت ملی در خصوص تشکیل این اتاق ستایش می کند و هدف از تشکیل این اتاق را رسیدگی به چالش‌ها و مشکلات صنعتکاران و تولید کنندگان عنوان می کند. حکومت وحدت ملی برای رشد صنایع و تولیدات داخلی تعرفه‌های گمرکی را بالای تولیدات همانند که در داخل کشور تولید می گردد وضع کرده و نیز به ادارات و نهادهای دولتی هدایت داده تا در قراردادهایشان از تولیدات داخلی استفاده کنند. چلدی ورستا و پر طول پروژو که در تمام پروژه های ساختمانی اعمار در کابل و ولایات از تولیدات داخلی صنایع افغانستان استفاده میشه. یعنی ما یک تعداد تولیدات داخلی داریم که حتی یک تعداد اقلامش حتی به سرحد خودکفایی میرسه. جلالمآب رئیس جمهور، جلالمآب رئیس هیئت اجرائیه این را قبول کردن و جناب وزیر صاحب شهرسازی لطف کردن، اولین تفاهم نامه را با اتاق صنایع و معدن افغانستان امضا نمودن. مسئولان این اتاق همزمان از واردات محصولات بیکیفیت به گونه قاچاق از کشورهای همسایه انتقاد کرده میگویند شرکت‌های خارجی برای فروش محصولاتشان کالاهای بیکیفیت را به منظور بدنام کردن تولیدات داخلی وارد کشور میکنند. هیچ کس تصور نمیکرد که ما یک وقت 17-18 فابریکه زعفران داشته باشیم. حالا شکر ما داریم 60% سیخ گل خود امروز در کشور خود ما تولید میکنیم. این صنایع ثقیل است، این فابریکات عادی نیست که امروز در افغانستان است. بناهن در نساجی ما شروع کردیم. خواهش ما از دوستای همه صنعتگر ما از طریق میدیای عزیز ما امی است که به اتاق خودتان است، ما به شما لبیک میگیم. هیچ کس صلاحیت نداره که نظریات شما را سانسور کنه. یکی دیگر از انتقادهای مسئولان اتاق صنایع و معادن توجه نکردن حکومت به صنایع و تولیدات داخلی است. با گفته آنان در 15 سال گذشته صنایع و تولیدات داخلی از چشم و توجه حکومت به دور نگاشته شده و هیچ توجهی در راستای رشد صنایع داخلی صورت نگرفته است.